سلام، به یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای من خوش اومدید. توی این ویدیو در مورد هکتوبرفست حرف میزنم، یه جشن سالیانه که توش ممکنه ما تیشرت ببریم با پول ریکوست دادن. خیلی ممنون که نگاه میکنید. خب اول خورده در مورد کانال حرف بزنیم. نکته اینه که یه سری تغییرات دادم، شاید دیده باشید این فرشی که این پشت اضافه شده یکی از اون تغییراته که تلاش کردم که یک کمی انعکاس صدا و اینا کم بشه. نکته دوم اینه که این محل کار منم هست، چون من به صورت دورکاری دارم کار میکنم و این خوب اینجا رو یه خورده مهربون تر میکنه برای کار. و یه سری برنامه آتی دارم، این که یه تاخچه اون پشت داریم، اون تاخچه رو یه خورده درست کنم، یه سری گل و گیاه بسازم و شاید هم یه تخته به کل این مجموعه اضافه کردم که حالا شاید دست نویسام و دیگه پای تخته نوشتم به جای اینکه جای دیگه بنویسم. خب بریم سراغ مبحث اصلی. در مورد تاریخچه هکتوبرفست براتون بگم. راه اندازیش توسط دیجیتال اوشن بوده، دیجیتال اوشنی که خب خیلی هم با ما ایرانی ها مهربون نبوده، حداقل منو که خیلی تو درد سر انداخته. از 6 سال پیش شروع شده و هنوز هم ادامه داره. نکتش اینه که برای اینکه توی اون شرکت کنید میرید تو سایت هکتوبرفست. سایت هکتوبرفست یه سایتیه که هکتوبرفست فکر کنم .digitalocean.com. میرید اونجا ثبت نام میکنید با اکانت گیت هابتون، 4 تا مشارکت معنیدار انجام میدید و تیشرت میگیرید، به شرط اینکه جز 60,000 نفر اولی باشید که توی این مسابقه شرکت کردید و پیار دادید. نکته مهمش اینه که باید حتما کار معنیدار کنید و حالا بعداً یه خورده توضیح میدم. جا داره که یک کمی در مورد اینکه روند کار تو گیت‌هاب چیه صحبت کنیم. معمولاً روندش اینه که بهش میگن ورک فلو. هر فردی یه دونه ریپوزیتوری اصلی داره، وقتی ما میخوایم تغییرش بدیم ازش یه فورک میگیریم، یعنی تو یوزر خودمون یه دونه فورک از اون پروژه اصلی ایجاد میکنیم، تغییراتمون رو روی اون میدیم و به اصطلاح پول ریکوست میدیم، چون از یه جای جانبیه بهش میگیم پول ریکوست. در اکثر پروژه های متن باز هم از همین ورک فلو داره استفاده میشه تو جاهای مختلف. حالا پروژه هایی هستن که فرق دارن، مثلا گیت لب کلا روندش با این یکم متفاوته، ولی اکثر پروژه های متن باز که روی گیت هاب هستن همین مدل رو دارن. حالا کار چجوریه؟ ما در وهله اول یه ریپوزیتوری پیدا میکنیم که میخوایم بهش کمک کنیم، فورکش میکنیم و میاد زیر تو یوزر خودمون یه ریپوزیتوری به اون اسم خواهیم داشت. تغییراتی که لازمه رو میدیم و کامیت میکنیم. این تغییرات میتونیم بهتره که توی یه دونه برانچ جداگونه بدیم، اما میتونیم چون مال خودمونه روی برانچ مستر حالا هر برانچ دیگه ای بدیم. میریم توی ریپوزیتوری اصلی و پول ریکوست رو میسازیم، میگیم آقا جان از اینجا، از این ریپوزیتوری من، از این برانچ میخوام بره روی مستر مثلا برانچ اصلی. و اینو که ساختیم، سازنده اون برانچ میاد، سازنده اون ریپوزیتوری میاد ریویو میکنه، ممکنه کارو قبول کنه که فبه المراد، ولی ممکنم کارو قبول نکنه، ما مجبور شیم بریم از اول توی ریپوزیتوری اصلی تغییراتی بدیم. همین که روی ریپوزیتوری اصلی تغییرات میدیم، اگه توی برانچ جدید باشه اون تغییرات عملا توی مر پول ریکوستمون قابل رویته و لازم نیست که مجدد پول ریکوست بسازیم، و به همین دلیل خب اینم خیلی خوبه. پس پیشنهاد میکنم که تغییراتتون رو توی برنچ جدید بسازید. و در نهایت اینجوری بهتون بگم که حالا الگوریتمش چیه اگه خواستیم شرکت کنیم. ایشوهایی که برای هکتوبرفست هست رو با یه تگ خاصی توی گیت هاب تگ کردن. سرچ کنید گیت هاب و حتما با اون تگ و ببینید که چیا هستن. نکته بعدی اینه که آدما اونجا مثلا زدن که آقا این یک ایشو ساده است، این یک ایشو پیشرفته است، این نیاز داره، و بر اساس زبانی که شما خودتون بلدید برنامه نویسی کنید باهاش، اون تگایی که به نظرتون درسته سرچ کنید، ریپایی رو پیدا کنید که براتون خوبه. نکته این، بعد مشارکت کنید. مشارکتتون حتما باید معنیدار باشه. اینجوری نباشه که 4 تا غلط املایی حذف کنید، 4 تا اسپیس رو بکنید، تب بکنید اسپیس، یا مثلا کد استایل اگه اون پروژه لازم نداره بهش مثلا کد استایلش رو درست کنید. بعد از اینکه این کارو کردید
صاحب اون ریپوزیتوری بعد از اینکه کمک شما رو دریافت کرد، پول ریکوستتون رو مرج کرد، باید یه تگ فکر میکنم هکتو برفست اکسپتد یا مرجد بزنه به اون ایشو، و حالا اون ایشو توسط دیجیتال لوشن حساب میشه. اگه 4 تا از این کارا بکنید میتونید امید داشته باشید که تیشرت بگیرید. یکی از جاهایی که ممکنه تیشرت نگیرید اینه که اون 60,000 نفر بر شده باشه، و نکته دوم اینه که نتونید تیشرت دستتون برسه، چون برای ایران پست نمیکنن و باید یه دوست خارج نشینی پیدا کنید که پایه باشه که تیشرت رو برای شما بگیره و در فرصت مناسب براتون بیاره. اگه بخوام جمع بندی کنم میگم که لذت ببرید از این کار. کار کردن تو گیت هاب و پروژه های اوپن سورس معمولا برای ما رزومه های خوبی میشه. از این فرصت استفاده کنید و لذت ببرید. نکته اینه که مشارکت واقعی کنید. سعی نکنید سیستم رو دور بزنید. یه تیشرت ارزش این حرفا رو نداره. خیلی ممنون که گوش دادید. اگه این به دردتون میخورد حتما عضو کانال بشید، اون زنگوله ها رو بزنید و حتما به من فیدبک بدید. فیدبک های شما به من راه گشاست. احتمالاً هم توی ویدیو بعدی، یعنی ویدیو بعدی تو سری سافت اسکیل میشه، ویدیویی که اصلا چرا من باید یه کارمند خوب باشم، خیلی وقتا برامون این سواله، چرا من باید یه کارمند خوب باشم. و نکته بعدی یه دونه دیگه هم تو همین فاز گیت اوپن سورس میخوام درست کنم، در مورد اینکه چطوری مشارکت کنیم و چیکار کنیم که مشارکتمون بهینه باشه. خیلی ممنون که گوش دادید. خدا نگهدار.